لواش نرم بدون بهبود دهنده درست شده. امروز می‌خوایم این نون لواش خوشمزه رو درست کنیم. نه نیاز به فر داره، نه نیاز به تنور، نه نیاز به همسن. فقط پشت یه تاوه روی گاز درستش می‌کنیم. اگه آب و آرد و خمیر مایه دارین بیاین تا با هم درستش کنیم. در ادامه ویدیو هم بهتون میگم که چطوری یه نون لواش به این نرمی درست بکنید. با من همراه باشین. خب برای شروع یه لیوان آب ولرمو داخل یه لیوان بزرگتر بریزید. دمای آب باید به حدی باشه که وقتی انگشت کوچیکتون رو به مدت چند ثانیه داخل این آب نگه می‌دارین گرماشو احساس بکنین، ولی دستتون رو به هیچ عنوان نسوزونه. و همینطور برای تغذیه خمیر مایمون یه قاشق چای خوری شکر اضافه می‌کنیم. این شکر باعث شیرین شدن نونتون نمیشه، خیالتون راحت. و یه قاشق چای خوری هم خمیر مایه یا همون مخمر رو اضافه می‌کنیم. یکم همش میزنیم که این شکر حل بشه و همینطور مخمرتون هم مرطوب بشه. حالا این طرف من از میزان آرد رسیپی حدود 2 قاشق غذاخوری آرد به این آب اضافه میکنم. اگه بازم آرد لازم بود اضافه میکنیم. این مرحله رو بهش میگن درست کردن پیش خمیر. روشیه که نونوایی ها ازش استفاده میکنن. من الان بازم آرد اضافه میکنم تا به غلظت ماست برسه. پیش خمیر باعث کیفیت بیشتر نونتون میشه. تقریبا به غلظت یه ماست رقیق که رسید کافیه. حالا من درش رو میذارم و اجازه میدم که این خمیر مایه توی همین دمای محیط فعال بشه. معمولا نسبت به کیفیت و تازه بودن خمیر مایه‌تون و همچنین میزان گرمای محیطتون بین 5 تا 15 دقیقه طول میکشه تا این خمیر مایه فعال بشه. خب 10 دقیقه گذشته و ببینین چه تغییری داخل این آب به وجود اومده. حجمش بیشتر شده، کف کرده، پف کرده و داخلش پر از حباب هواست. این یعنی اینکه خمیر مایه من کامل سالم بوده و اون شرایط لازم براش کامل مهیا کردم. اگر بعد از گذشت 15 دقیقه 20 دقیقه هیچ تغییری روی سطح آب ندیدین، یا خمیر مایه‌تون فاسده، یا اینکه اون شرایطو براش فراهم نکردین، آبتون ولرم نبوده، خیلی داغ بوده، خمیر مایه از بین رفته، یا اینکه سرد بوده و خمیر مایه‌تون فعال نشده، به هر حال اگر که هیچ تغییری روی سطح آبش ندیدین، این یعنی که نمیتونین از این خمیر مایه استفاده کنین و این الان یه خمیر مایه سالمی هست که فعال شده و آماده است برای درست کردن خمیر. یه توضیحی هم راجع به آرد بهتون بدم. برای پخت این نون لواش از هر نوع آردی میتونین استفاده کنین، چه آرد مخصوص شیرینی پزی چه آرد مخصوص نون. فقط اگر از آرد شیرینی پزی استفاده میکنین یه مقداری رنگ نونتون روشن تر میشه. و در مورد میزانش هم میزان خاصی رو نمیشه گفت، چون جنس آردا با هم مختلفه، میزان جذب رطوبت آردا با هم متفاوته. ولی من الان 2 لیوان آرد رو اینجا دارم که چند تا قاشقش رو برای پیش خمیر استفاده کردم و الان نصف قاشق چای خوری هم بهش نمک اضافه میکنم که نونم بی طعم و بی مزه نباشه. این آردم هم الک کردم. شما یه بار که آردتون رو الک بکنین کافیه که خیلی راحت تر داخل خمیر باز بشه. خب الان این خمیر مایه‌مو که دیگه الان خیلی پفش بیشتر شده داخل یه ظرف بزرگ می‌ریزم. کاملا محتویاتش رو خالی می‌کنم. حالا آروم آروم این آردو به این مخلوط پیش خمیر اضافه می‌کنم. ترکیبش می‌کنم. و بقیه آرد رو بهش اضافه میکنم. این طرف من یه مقدار آرد اضافه گذاشتم که اگه لازم بود و خمیرم هنوز خیلی چسبنده بود بهش آرد اضافه کنم. من تا جایی که بتونم با قاشق همش میزنم، اما وقتی دیگه خمیر خیلی سفت شد دیگه با دست فرزش میدم. باز یه مقدار بهش آرد اضافه میکنم. اینجا دیگه قاشق قاشق بهش آرد اضافه کنید، چون هر لحظه امکان داره که خمیرتون سفت بشه. حدود 3 قاشق غذاخوری روغن داشتیم که نصفیشو اینجا اضافه میکنم، نصفیشم میذارم برای چرب کردن دست و سطح کارم موقع ورز دادن خمیر.
خب ببینید وقتی که چسبندگی خمیرتون به مقدار خیلی زیادی گرفته شد، الان لازمه که دیگه بقیه چسبندگیشو با ورز دادن از بین ببرید. سطح کارتون رو کامل چرب کنید و این خمیر رو منتقلش کنیم به سطح کار. دیگه از اینجا به بعد بهش آرد اضافه نمی کنیم. سعی می کنیم چسبندگی این خمیر رو با ورز دادن از بین ببریم و آزاد کردن گلوتنی که داخل آرد هست. خب ببینین این خمیر الان خیلی ناصافه و خیلی هم چسبند است، اما سطح کارمون و همینطور کف دستمون رو که با همون میزان روغن چرب بکنیم و به مدت 10 دقیقه تا یه ربع ورز بدیم، این چسبندگیش کامل گرفته میشه. اگه همین اول کار دیدید خیلی دیگه خمیر شله و اصلا خیلی داره اذیت میکنه، کف دستتون هم چرب میکنین، بازم خیلی به دستتون میچسبه، میتونید باز قاشق قاشق بهش آرد اضافه کنید. ولی الان میبینید که خمیر من کامل تشکیل شده، فقط چسبنده است همین، ولی به حدی هست که بشه ورزش داد. ورز دادن هم به این صورته که شما با کف دست این خمیر رو ورز میدین به جلو، با انگشتاتون با کمترین تماس هل میدین به عقب. ببینید الان با این قسمت دست باید ورز بدیم، با انگشتاتون ورز ندی چون خمیر خیلی به دستتون میچسبه و همینطور دستتون رو خسته میکنه. به همین صورت هل میدیم جلو و هل میدیم عقب. خب الان خیلی چسبنده شد، من مجدد دستم رو چرک میکنم و به ورز دادن ادامه میدم. راستی تا اینجای کار اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایکش بکنید که یوتیوب به افراد بیشتری این ویدیو رو پیشنهاد بده. اگه بتونید توی قسمت کامنت هام قلبی، لایکی، استیکری، بازخوردی، چیزی برامون بنویسید به بزرگتر شدن و رشد کانال که متعلق به خودتون هست کمک بزرگی کردین. هر دفعه ای هم میتونید این خمیر رو جمعش بکنید، محکم محکم بکوبید روی سطح کارتون، چون این کوبیدنم به آزاد شدن گلوتنی که داخل آرد هست کمک میکنه و چسبندگی خمیرتون کمتر و کمتر میشه. راستی من آموزش خمیر نون پیتزا رو توی کانال گذاشتم، اون خمیرم خمیر خیلی خوب و با کیفیتی میشه، لینکش رو این بالای ویدیو براتون میذارم، اگر دوست داشتین میتونید اون آموزش رو هم ببینید. حدود 15 دقیقه است که من دارم این خمیر رو ورزش میدم و ببینین که چسبندگی خمیر گرفته شده. اگر روی سطح کارم بغلتونم این خمیر به سطح کارم نمیچسبه، حتی اگه انگشتم هم داخلش ببرم هیچ خمیری رو دستم نمیمونه، یه مقدار چسبندگی رو داره که این چسبندگی طبیعیه و باید باشه، ولی اینطوری که خمیر رو دستم بمونه نه، اینطوری نیست و چسبندگیش گرفته شده. داخل همون ظرفی که آرد بوده من یه مقدار کمی روغن میریزم برای اینکه خمیرم موقع استراحت به ظرفم نچسبه. دور تا دور این ظرفم چرب میکنم. خب این خمیر رو داخلش قرار میدم. بعد من این خمیر رو یه مقدار جابجا میکنم تا تمام سطح این خمیر به روغن آغشته بشه. این روغن باعث میشه که رطوبت خمیر از دست نره. روی سطح خمیرم با یه نایلون میپوشونم کاملا و رو کل ظرفم با یه پارچه کامل پوششش میدم و اجازه میدم تا این خمیر من توی دمای محیط استراحت بکنه. معمولا بین 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول میکشه تا این خمیر استراحت کافی رو بکنه و حجمش 2 تا 3 برابر بشه. خب اینم از وضعیت خمیرمون بعد از گذشت 1 ساعت استراحت. ببینید که چقدر حجم گرفته و پفدار شده، تقریبا 2 برابر حتی بیشتر پف کرده و همونطور که میبینید توش پر از حباب هواست. خب من الان یه مقدار دستمو آرد میزنم و پف خمیرمو میگیرم. 1-2 دقیقه این خمیر رو ورزش میدم تا هوای اضافی از داخلش خارج بشه. سطحمو آرد میپاشم.
و این خمیر رو میذارم روش و به شکل یه لوله درش میارم. از اونجایی که نونی که ما میخواییم داخل یه تابه درست بکنیم و خونگی باشه نمیتونیم خیلی بزرگ درستش کنیم، پس باید به صورت چونه های کوچیک این خمیر رو تقسیم بکنیم. این خمیر رو تقریبا به اندازه یه نارنگی بزرگ یا یه نارنگی متوسط به 7 تا 8 قسمت تقسیم میکنیم. خب الان هر کدوم از این تیکه ها رو ما باید چونه بکنیم و گردش بکنیم. من این طرف یه مقدار آرد میپاشم. برای چونه گرفتن این خمیر رو به این صورت به طرف زیر میبریم هر طرفش رو و بعد بین دو دست به این صورت خمیر رو تکونش میدیم تا شکاف زیرش هم بسته بشه. با فاصله از هم این چونه ها رو زیر نایلون میچینیم. یکم هم روی این چونه ها آرد میپاشم که به این پلاستیک فریزرم نچسبن. مجدد روش رو با پلاستیک میپوشونم تا این چونه ها در مجاورت هوا خشک نشه. حالا هر کدوم از این چونه ها رو باید روی سطح کارمون باز بکنیم. هم میتونید از وردنه نون لواش استفاده کنید که یه وردنه بلند و باریکه، هم از همین وردنه های معمولی چوبی، هم از وردنه های قلتکی که هر کدوم رو در دسترس دارین ازش استفاده کنید. اگر وردنه هم ندارین اشکالی نداره، با کنار یه لیوانی که گرد باشه میتونید خیلی راحت این خمیرتون رو باز بکنید. قبل از اینکه خمیر رو بازش کنیم من یه دونه مایه تابه رو به طرف پشت، یعنی به این صورت میذارمش روی حرارت تا کاملا داغ داغ بشه. البته شما به این صورت هم میتونید بذارید روی حرارت، ولی خب اینطوری اگه به طرف پشت باشه گذاشتن خمیر روش خیلی راحت تره و دستتون هم نمیسوزونید. برای باز کردن هر چونه یه مقدار سطح کار آرد پاشی میکنیم، وردنه رو با آرد کامل پوشش میدیم که به خمیر نچسبه. خب حالا یه دونه چونه رو برمی‌داریم رو همون سطح آرد پاشی شده و شروع می‌کنیم به باز کردن این خمیر. هر سری که خمیر رو باز می‌کنیم اینطوری جا به جاش بکنید تا اون شکل گردش کاملاً حفظ بشه. هر جا احساس کردین که خمیر داره به سطح کارتون یا به وردنه می‌چسبه مجدد آرد پاشی کنید. سعی کنید این شکل گردش رو هر طور شده حفظ بکنید. خب این از خمیر که کامل پهن شد، حالا من میخوام نازکی خمیرم بهتون نشون بدم. ببینید انگشته دستم از زیر این خمیر کاملا پیداست. تقریبا به قطر 20-23 سانت من این خمیر رو بازش کردم. حالا اگه میخواین که نونتون حین گذاشتن داخل تابه پف نکنه، همین الان با یه چنگال تمام این نون رو سوراخ سوراخ بکنید. اینطوری نونتون موقعی که داخل تابه میذاریم پف نمیکنه، اما اگه به همین صورت بخواییم بذارید یه مقداری پف میکنه که خب من دوست دارم که این پف کردن اتفاق بیفته. حالا خمیر رو برمیگردونین روی دستتون و با این حرکت با ضربه آرد اضافی خمیر رو میگیریم. حتما باید این کار رو انجام بدید که این خمیر به این آرد به این خمیر نمونه و بعد نونتون رو صفر نکنه. ببینید این خمیر به قدری نرم هست که به هیچ عنوان پاره نمیشه و خاصیت کیسانیشو داره. خب الان من اینو میذارمش روی همون تابه که کاملا گرمش کردم. میتونید به این صورتم بذاریدش. اینطوری خمیر رو بین وردنه لوله بکنید و خمیر رو اینطوری برید بذاریدش روی مایتابه. خب این تابه کامل داغ شده و من این خمیر رو پهنش میکنم روی تابه.
به محض اینکه این خمیر رو گذاشتیم پشت تابه، شروع میکنه به حباب زدن. حبابای بزرگ بزرگ. اگه شما رو خمیرتون چنگال زده باشین، حبابای ریز ریز میزنه. اما چون که من الان چنگال نزدم، الان این حبابا بزرگ و بزرگتر میشن. حرارت هم متوسطه، نه بالاست نه پایین. حرارت متوسط برای پخت این نون عالیه. هر دفعه با یه قاشق چک میکنیم، اگه یه طرفش رنگ گرفته برش گردونیم تا طرف دیگه‌ش هم به این صورت رنگ بگیره و یه حالت طلایی طور بشه. زیرش رو چک میکنیم، اگه رنگ گرفته برش میداریم. هر بار که شما یه چونه از خمیر رو بازش میکنین و میذارینش پشت تابه تا پخته بشه، لازم نیست که بالا سرش وایسین، سری برین یه چونه دیگر رو بازش بکنین و حالا هر دفعه هم حواستون باشه که این نونه نسوزه و پشت و روش بکنین. وقتی که نونه کامل پخت، اون چونه‌ای که بازش کردین رو منتقل بکنین به پشت تابه، یه جورایی سرعت عمل داشته باشین. یه نکته مهم، چند تا دونه نونو که روش پختین، این آردایی که روش هست رو حتما با یه دستمال پاک بکنید. چون اگه پاکش نکنید، این آردایی که برشته و سوخته میشه میچسبه به نونتون و سطح نونتون رو زشت میکنه. من یه پارچه هم این طرف پهن کردم. هر نونی که در میارم و میذارم روی این پارچه و دوباره روش رو با همون پارچه میپوشونم تا این نونم نرم بمونه و خشک نشه. و این راز نرم موندن نون لواش خونگیه. نونای بعدی هم که در میارم، دوباره رو همون نون قبلی میذارم و مجدد روش رو با همین پارچه میپوشونم تا نونم کاملا نرم بمونه. من یکیش رو براتون باز میکنم که ببینین وسطش چطوریه. اینم از نون لواشای با کیفیت و خوشمزه و خوش عطرمون. تمام نکاتش رو تو همین ویدیو بهتون گفتم. همینطور بهتون پیشنهاد میدم که آموزش این نون شیرمال خوشمزه رو هم حتما ببینید و میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راست مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.